مروری بر تیتر روزنامه های امروز. ابتکار با تیتر عبور جامعه از سیاست به بررسی علل حساسیت های جامعه به مسائل اقتصادی، معیشتی و مدنی میپردازد. آرمان معتقد است چینی ها به خاطر چهارشنبه سوری ایرانی ها سور گرفتند. افکار و عصر ایرانیان حمله چند عضو یک فرقه منحرف به سفارت ایران را خوشخدمتی انگلیس به عربستان میدانند. اعتماد از ضرب العجل یک فعال سیاسی به دولت برای انتشار حقوق و مزایای مسئولان میگوید. اطلاعات از قول دبیر شورای عالی امنیت ملی توان دفاعی کشور را بازدارنده و غیر قابل مذاکره دانسته. آفتاب یزد از مطرح شدن دوباره نام دکتر مصدق در وزارت نفت و شورای شهر تهران تیتر زده. ایران استیضاح امروز وزرا را فرصتی برای روشنگری می‌داند. جام جم از دردها و حسرت‌های چهارشنبه‌های آخر سال نوشته و پیشنهاد آتش‌بس داده است. جوان سوء استفاده رسانه‌های خارجی از برخی مطالب دروغ بعضی فعالان سیاسی داخلی را بررسی کرده است. به مرحله قرارداد رسیدن طرح‌های سرمایه‌گذاری در چابهار تیتر نخست روزنامه جمهوری اسلامی است. شرق به نقل از یک عنصر سیاسی اصلاح طلب سازشکاری را تأیید می‌کند. رسالت از قول رئیس دستگاه قضا به دبیر کل سازمان ملل توصیه کرده بلندگوی منافقان نباشد. سیاست روز از سکوت یک جناح سیاسی در برابر حمله به سفارت ایران در لندن انتقاد کرده. فرهیختگان از قول کارشناسان دهه پنجم انقلاب را دهه بازتعریف و بازسازی نظام می‌داند. کیهان با تیتر FATF پای تکفیری ها را باز و دست اقتصاد را میبندد به دولت توصیه کرده این هشدار را جدی بگیرد. وطن امروز از قول شمخانی از پشت پرده حمله به سفارت ایران تیتر زده است. هفته صبح اختلاف و درگیری با استارتاپ ها را نزاع بین کسب و کارهای آنلاین دانسته است. و همشهری امروز جزئیات حذف مدارس تیزهوشان را بررسی میکند.